دست درد نکنه مادر. بفرمه. حسب الامر شما مرحوم شد. خوبه؟ بله خوبیش که خوبه، به شرطی که اینا آقا جون ببرن بهشون بدین. پس چی که میدم همین الان تا خوابن میبرم میذارم تو آشپزخونه که چشمم به چشمشون نیفته. شما بشین ناشتایی تو بخور، من دارم میرم بالا خودم میبرم میذارم. بفرمایید. ببین بذار بغل سماور. خیلی خوب. خب آقای مهندس خیالت راحت شد؟ بله دست شما درد نکنه، بالاخره ببینم این میشه. انشالله که میشه. چای بزن. چی شده شمسی خانم، چرا گریه میکنی؟ بچم، بچم از دستم رفت. کدوم بچه تون؟ همایون، همایون گم شده، از دیروز از خونه رفته بیرون تا حالا بر نگشته. خب حتما شب رفته خونه خودتون خوابیده. خونه خودمون نیست، هرچی تلفن میکنم بر نمیداره. به دلتون بد نیارین شمسی خانم، حتما با دوست موساش سرش گرمه. نه مادر جون، به دوستاشم تلفن کردم، هیچ کدوم ازش خبر ندارم. خب شاید به سلامتی رفته مسافرت. کدوم مسافرت؟ رفته این دختر ژینوسر از هتل برداره بیاره خونه. مگه از اینجا تا هتل چقدر راهه؟ یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت. بس کن دیگه شمسی جون، مگه دفعه اول چی؟ تو حالا هزار بار رفته شب نیومده. من مطمئنم سرش یه جای گرمه، پیداش میشه. آبخوری گرفتن نداره دیگه. بچه‌م هیچ وقت بی‌خبر اینجا نمی‌رفت، حتما تصادف کرده، الان تنها و بی‌کس توی یکی از این بیمارستان‌ها افتاده. خدا نه حرفا می‌زنی شمسی ها. چیکار کنم بچه‌م کجا پیدا کنم؟ ناراحت نباش خانم، من الان میرم مش قربونه صدا می‌زنم بره دنبالش پیداش کنه. کاش آدرس هتل ژینوسو داشتیم. اصلا فکر نکنم رفته باشه هتل. بهت قول میدم آشنایی کسی رو دیده سوار شدن رفتن شمال. از کجا معلومه که بچه من این دزدا گروگان نگرفته باشن؟ پشخور بود، پاشو برو بالا. چی شده؟ همایون گم شده، شمسی خانم هم مثل ابر بهار داره گریه میکنه. من دیدم ماشین تو حیاط نیستا. دیگه میترسم تصادف کرده باشه. برو ببین چه کمکی از دستت برمیاد. نامه رو چیکار کردی؟ ایناهاش بابا. نذاشتی بغل سماور؟ آخه تو این هیری ویری ولش کن حالا. آخه مثل این که ما حالا حالا ها اینجا هستیم. اومد سوری خانم، اومد. بی خود نگفتن بادم جونه بم آفت نداره. من میدونستم میاد. از دیروز تا حالا دارم بهت میگم بابا میاد. کجایی مهندس؟ به دادمون برس. چی شده؟ همایون از دیروز صبح رفته هنوز بر نگشته. عجب ماجرایی. چرا همون دیشب به من خبر ندادید؟ من از سر فوت نیکبخت شبا با قرص میخوابم. اتفاقا دیشبم شمسی سرش درد میکرد، دوتا مارام بخش به اون دادم، دوتایی گرفتیم خوابیدیم. فکر میکنم حدود ساعت 9:30 شب بود، گفتیم همایونم میاد دیگه. صبح پاشدیم دیدیم آقا نیست. حالا من جلوی شمسی به روی خودم نمیارم، ولی قلبم داره از سینه کنده میشه. مهندس فکر میکنی چه اتفاقی برای همایون افتاده؟ حالا یه خورده دیگه بخوریم خانم، برای خوبه. نمیخورم، من فقط بچه رو میخوام. همایون کجایی مادر؟ آروم باشید خانم، هر جا باشه پیداش میکنیم. من مطمئنم تصادف کرده، بی
کله رانندگی میکنه، حتما تو بیمارستان یه جایی هست. بسته دیگه شمسی جون، یه دقیقه ساکت باش، بذار عقلمون کار بکنه. نفهمیدیم کجا رفت؟ چرا؟ همونطور که گفتین فرستادمش دنبال جینوس. خب چرا زودتر نمیگین؟ این بهترین سرنخه. عباس برامون نمونده که. جینوس کدوم هتله؟ ده همین دیگه، مشکل ما هم همینه. چرا؟ همایون با سمسام صحبت کرد، شماره تلفن و نشونی هتل هم اون گرفت و رفت. ما نمیدونیم هتل کدومه. خب به سمسام زنگ میزدید؟ از صبح تا الان یه ریز داریم بهش زنگ میزنیم، دائم تلفنش اشغاله. چند بود؟ 750؟ 2158. اشغاله. گفتم که عجب حکایتی ها. با جینوس دیروز حرف زدم، چطور ازش نپرسیدم کدوم هتله؟ من الان میرم خونه آقای سمسام، منزلشو بلدم. شما اینجا بمون مشغول بون، ممکنه وجودت لازم باشه، من خودم میرم. چشم آقا. نگران نباشید خانم، هر جا باشه پیداش میکنم. خدا عمرت بده مهندس. شای خانم، خداحافظم. خدا نگهدار مهندس. چرا؟ چشم دل میخواد که این یکی روزا کمیابه. خیلی ممنون. عوض نقل و نبات و شیرینی عید تیر طعنه تعارف میکنی؟ نقل و نبات فراهمه، اما به ضیافت نمیاد که برای عید دیدنی و چاق سلامتی اومده باشی. چرا نمیاد؟ از ایست خبردار واشتادرت معلومه. به هر حال عید شما مبارک. عید شما مبارک. صد سال به این سالها. حالا بشین برم یه چایی برات بیارم. نه چایی نمیخوام، میخوام برم، کار دارم. دیدی گفتم به قیافت نمیاد برای عید دیدنی اومده باشی. بسیار خوب، من در خدمت شما هستم. بفرمایید. میخوام نشونی هتل جینوس رو بگیرم، گویا شما اونو بردید اونجا. عجب، باز این دفعه نوبت شماست. چه نوبتی؟ آخه این روزا تمام وراث مرحوم نیکبخت صف کشیده که خانم جنوس رو ببرن خونه‌شون، ازش پذیرایی کنن. همه مهمون نواز، دو دوست، با محبت. ببین شازده، هر کی منو نشناسه تو یکی خوب میشناسی. من از 14-15 سالگی کار کردم، زحمت کشیدم، چشم داشتیم به پول و منال کسی ندارم. قصدم هم از پیدا کردن جنوس چیز دیگه ایه. در واقع این خانم نیکبخته که با جینوس کار داره. خانم نیکبخت که جینوس با اون وضع از خونش بیرون کرد، حالا دیگه باش چی کار داره؟ خب حالا پشیمون شدن، میخوان آشتی کنن. خوب نیست بین وراث مرحوم نیکبخت اختلافی وجود داشته باشه. پس شما آش خودتو نمیخورید و حلیب حاج عباس صاحب میزنین ها؟ چی میخوای بگی؟ رک و راست بگو، دیگه چرا مطلک میگی؟ اصلا به من چه برده؟ دیگه حالم داره از این پرونده به هم میخوره. کی میشه 15 یا جونم خلاص بشه؟ بفرمایید، اینم کارت هتلیه که جنوز توشه. خب چرا حالا عصبانی هستی اینقدر پیر مرد؟ اصلا من نمیفهمم این سرکار خانم نیکبخت دیگه بیشتر از این چی میخواد؟ نصف خونه که به نامشه،
از باقیش هم که سهم میبره. سهمش از برج و املاک شمال و عتیقجاتی که برده قایم کرده که هست. دیگه بیشتر از این چی میخواد؟ بشر زیاده خواهش آزده. کاریش هم نمیشه کرد. آخه چقدر؟ کجا میخواد ببره؟ مگه نیکبخت با خودش برد؟ نه، ولی تا زنده بود از ثروتش استفاده کرد و لذت برد. چه لذتی؟ تمام ثروت نیکبخت به اندازه یک سر سوزن نتونست جای خالی پسرش رو پر کنه. نیکبخت تا آخر عمرش رنج برد و غصه خورد. خب بله، این کره زمینی که ما به عظمتش اینقدر مینازیم توی منظومه شمسی به اندازه یک توپ تخم مرغی هم نمیشه. همین توپ کوچک در کائنات از یک خشخاش هم ریزتره. حالا فکرشو بکن، ما آدم ها روی جایی که اندازه نوک سوزنه چقدری هستیم؟ روی کرهی که به اندازه غبار عالم هم نمیشه دلمون میخواد چقدری باشیم؟ بله، ولی همین آدم بی مقدار به قول سرکار سفت رو زمین وایساده، سرش رسیده به آسمون، زمین رو ساخته و از زمین پر کشیده رفته بیرون و تمام فرمایشات سرکار محصول اینه که وقتی رفته اون بالا فهمیده قباره و همین قباره که داره عالم رو عوض میکنه. اگه برای این رفته بالا زحمت کشید، قبل از آپولو و شاتل و ایسکای میر آدم هایی بودن که با سفینه دل رفتن بالا و اندازه ها رو فهمیدن. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. سلام. سلام. ببخشید من با خانم رینوس نیکبخت کار دارم، ایشون مهمون شما هستن. اگر اشتباه نکنم اتاق 514. همون خانم که از فرانسه اومدن؟ بله خودشون هستن. دیروز تشریف بردن؟ بله دیروز قبل از ظهر یه آقای اومدن دنبالشون با هم رفتن، صورت حسابشون رو هم آقا پرداخت کردن. یا آقا با ریش و موهای بلند؟ بله دقیقا. فکر میکنم فیلمسازی کارگردانی چیزی بودن، چون بله. ماشون ها پشت بلند کرده بودن، یه اینک آفتابی و یقشون بالا و یه کلاه اینجوری هم داشت. خانوم ها فکر میکنم هنرپیشه بود. بله. خیلی جالب بود. از اطلاعات کاملی که دادید بسیار متشکرم. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. چی؟ با هم از هتل رفتن؟ مهندس خیلی میترسن، نکنه همایون دیوونگی کرده باشه. میگن نکنه یه وقت یه بلای سر این دختره آورده باشه، سرشو کرده باشه زیر آب. نه بابا، همایون جوون آقلیه، نگران نباشی. پس چی شدن آخه؟ من همین الان میرم سراغ بیمارستانا، به کلونتریام خبر میدن. شماره ماشینم بدید که از تصادفات راهنمایی و رانندگی هم پرسجو کنم. یعنی ممکنه واقعا تصادف کرده باشن؟ باشه مهندس، یادداشت میکنید؟
نهار حاضره خانم. کوفته بخورم به جای نهار. نه خانم، این چه حرفیه که میزنی؟ بیا یه چیز میذارین دهنتون، دلتون ضعف نره. تا بچه پیدا نشو لب به هیچ چیز نمیذارم. حالا شما بیاین نهارتون رو بخورین. الانم آقای مهندس میاد انشالله با همایون خان. پاشو شمسی جون، پاشو بریم غذا بخوریم، بلکه حالمون جا بیاد. بلند شو. آه جون اشتها ندارم، غذا از گلوم پایین نمیره. از گلوی منم پایین نمیره، ولی چاره چیه؟ باید غذا بخوریم. سرور کمکش کن. بلند شو خانم جون، بلند شو. پاشو شمسی جون، بلند شو. نمیدونم بچم گشنه است، تشنه است، نمیدونم. نگران نباش، همایون هیچ وقت گشنه نمیمونه. با نون خودتو سیر نکن مادر، غذا آوردم. چه غذا آوردم؟ دست شما درد نکنم. چیه؟ گل بخلو هم؟ بله، همونی که دوست داری. دست شما درد نکنم. واسه من نکشی ها. چرا؟ میلم نمیکشه. تو هم نگران همایونی؟ بالاخره بنی آدم اعضای یکدیگرن. از که تا حالا همایون جز بنی آدم شده؟ خوب نیست آقا جون، هرچی باشه یه مادر چشم انتظارشه. تازه من میخواستم بگم ما بلنشیم بریم بگردیم دنبالش، پیداش کنیم، ثواب داره. ای دنبال ثوابش هستین آقا جون، کار خیر تو این شهر زیاده. ثواب ثوابه، فرقی نداره. تو هم خوب نیست اینقدر کینه ای باشی پسر جان. من تو رو با مهر و محبت بزرگ کردم. آدم باید گذشت داشته باشه، دلشو با همه صاف کنه، حتی با دشمنش. هر آدمی هر چقدرم که بد باشه، بالاخره یه چیز خوب که توش پیدا میشه. تو دنبال اون یه چیز خوب باش. گشتم نبود، نگرد نیست. این حرفا مال پشت کامیوناست که مینویسن. زندگی یه چیز دیگه است بابا جون. حالا بفهمین قضاتون میل کنین آقا جون که میخواین بریم دنبال همایون بگردین، انرژی داشته باشین. بفرمایید. چشم. به خاطر شما چشم آقای مهندس. نگران نباشید شمسی خانم، همایون بچه که نیست گم بشه. وای یه مرد عاقل و بالغه، هر جا رفته باشه به زودی پیداش میشه. کجاش عاقل و باقله؟ هنوز 40 سالش تموم نشده، هنوز خامه. نمیدونم چه بلایی سر بچه من آوردن. ای خدا بسته دیگه شمسی جون، اینطوری تو حواس ما رو پرت میکنین، نمیفهمیم چی کار میکنیم. ساکت باش دیگه. ساکت باشم؟ تو مادر نشدی تا بفهمی من چی دارم میکشم. مردم به خاطر مال دنیا میرن به عرش و بر میگردن پایین، من که اولادم گم شده به من میگی ساکت باش حرف نزن؟ بذاریم راحت باشن خانم نیکبخت. بچه‌مو گروگان گرفتن از من. گروگان؟ خیال بافی نکن شمسی جون، گروگان چیه؟ خیال بافیه؟ بچه‌م فدای همین یه شای سنار شد. من میدونم همه زیر
سر این دوزا و کلاوردار هست. بچه ما حتما گروگان گرفتن. اگه نگرفتن توف بنداز رو صورت من. کدوم کلاوردارا؟ بی خود میگه مهندس، کدوم کلاوردارا؟ اگر اطلاعاتی دارین که به درد پلیس میخوره باید در اسرع وقت اونا رو در جریان بذاریم. من یه آشنا تو آگاهی دارم، پسرمو باجناقمه، میخوای خبرش کنم؟ لازم نیست مشغول کن، آقای مهندس خودشون تشریف دارن، هر کاری لازم باشه انجام میدن. خواهرم پریشون شده، خیال بافی میکنه. من خیال بافی میکنم؟ یعنی مال دنیا از بچه منم عزیزتره؟ خواهش میکنم دیگه بس کن. خون سرد باشین خانم نیکبخت. آخه چه جوری آقای مهندس؟ صلوات بفرستیم بابا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو این شرایط حفظ آرامش و خونسردی از هر چیزی مهمتره. بنابراین خواهش میکنم همه آروم باشن تا بتونیم به طور منطقی قضیه رو دنبال بکنیم. خب، همایون دیروز ساعت 10 از خونه رفته بیرون، درسته؟ بله. خب، چیزی که مسلمه اینه که ایشون تو هیچ بیمارستانی بستری نشدن، چون من به همه بیمارستان ها سر زدم. از طرف دیگه راهنمایی و رانندگی هم هیچ گزارشی از تصادف پاترول نداده، که خب اینم باعث خوشحالیه. تو کلانتری ها نه سابقه ای از دعوا و بازداشت وجود داره، نه کسی از ایشون شکایت کرده و نه ایشون از کسی شکایت کردن. بنابراین یک احتمال وجود داره، اینه که رفته باشه مسافرت. با ژینوس؟ محاله. شاید هم ژینوس حاضر نشده بیاد خونه، بردتش یه هتل دیگه. خودش چرا برنگشته؟ نمیدونم. به هر حال ما به هر جایی که ممکن بود سر زدیم، به غیر از یه جا. چی شد؟ هیچی. من و مشقربون میریم سر کوچه و برمیگردیم. کجا مهندس؟ نگران نباشید، زود برمیگردیم. بریم مشقربون. بودو مشقربون. آخه کجا داریم میریم آقای مهندس؟ پزشکی قانونی. پزشک قانونی؟ یعنی ممکنه؟ تنها جایی که سر نزدیم اونجاست. بیا بریم. انا لله و انا الیه راجعون. جوون خوبی بود، 7000 تومنم هم حلالش کردم. آقا اومد، صدای بوب آقا همایونه. اومد دفعه خودشه. سلام سلام. یعنی که چی؟ ایوا بهروز سلام علیکم. خب بفرمید. سلام مبارکی، ما عروسی کردی؟ وا خدا مرگم بده. عرض نکردم به هر قیمتی که شده میارمش. بفرمید. مبارکه. مخصوص آقا خانم. مبارک شلو مبارکش باش. مبارک و مبارک شلو مبارکش باش. فقط داماده، مگه نمیدونی کیه؟ شاخش امشاده، مگه نمیدونی کیه؟ مگیم چی گفت خوشحالم؟ وقتی شگی گم شد، فکردم تو ایقم تنها هستم، اما حالا تو هستی، شقی فراموش کردم؟ دوک، دست شما در نکنه، مادمازالی، یعنی ما آمدیم جای شقی؟
نه من دیگه مدمزل نیستم، مدام هستم. مدام او، من هنوز اسم فامیل تو خود نمیدونم. بلش کن، میخوای چی کار؟ نه از این به بعد اسم فامیل تو مال من میشه. باورم نمیشه که ما آخوزی کردیم. من تادیکوس یه نوزه نیکبخت بودم. منم امروز همایون بدبخت هستم. من خیلی خوشحالم که من بدبخت هستم؟ نه خوشحالم که ازدواج کردی. حتما باید شمسی جون، شهین جون، سقوق جون، مشقوبون جون خیلی سرپرایز شده. آره حتما، من برم پایین یه سر بزنم ببینم اینا سورپرایز رو چجوری هضمش کردن. با اجازه. بس اون یکی سورپرایز هم بهشون بگو. حالا زوده، یکی یکی. از قدیم الایام گفتن سورپرایز زیادی رودل میاره. بالاخره اونا بیاد بگودن که تو به من میای فقط. آخه بذار اول ویزای من درست بشه بعد. همین فردا میریم سی فقط. به سفیر میگم موسی هم بشد و این آمیون شغل من زود بهش ویزا بده. این پاسپورتم، این کخص جوغم، این هم بری مدارک. موسی هم بشد و بلا فصله به تو ویزا میده. میگه به فامین موسی و بیار بونه پری خوش بگذاره. بیا برویم از این ولایت، من و تو دور از من و بگیر و من تا و من تو. بادا بادا مبارک بادا، انشالله مبارک بادا. این هم شیره عروسی. خون سرد باشین شای خانم، خون سرد باشین. خاله جان عزیز خودم چطورن؟ بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید خاله جان. خاله جان میخواد سر به تنت نباشه. قرار نشد چایی خانم، قرار نشد. ببخشید آقای مهندس، نمیتونم خون سر باشم، مخصوصا این پوزخندش بیشتر ارسم میده. دو زهر مار. ببخشید آقای مهندس، من اگه اینجا بشینم باید گریز پوش بدم. پسر این بی حیای پر رو. خاله جان اینجا طرز حرف زدنه عزیز من، اونم جلوی آدمی متشخصی مثل مهندس. آقای مهندس من واقعا نمیخوام به نظر شما بذارم، ولی جواب دندون شکن برای ایشون دارم که به حرمت شما نمیدم. همایون تو جوابم داری؟ تو چطور رود میشی دهنتو باز کنی؟ اصلا چطور رود شد پاتو توی این خونه گذاشتی؟ بابا خب من چیکار کردم؟ دزدی کردم، از دیوار کسی بالا رفتم، خلاف شهر کردم. شما بفرمان چیکار کرد؟ اصلا نمیخوام ریختتو ببرم، چه برسه جوابتو بدم. نگاه کن خاله جان، عوض تشکرتونه، عوض دست درد نکنه است. واقعا که زنده باد، باریکلا. خوب موزم و گوشی گفت دستم. تو خجالت نمی کشی؟ طلبکارم شدی؟ بله که طلبکارم، من زندگیمو برای شما دادم. ها ها خندیدم، زندگیشو داده. بله که باید بخندین. اینقدر گند زدین که دختره حتی حاضر نبود اسمتونو بشنبه. 100 تا بامبول زدم، 100 تا تونستم برش کردم تو این خونه. اون وقت شما عوض تشکرتون از من سه قرتونو میتونم باقیه. خدمتتون عرض بکنم که ایشون الان مثل میوه پخته ایه که وقت چیدنشه. اگر براتون سخت چیدنش اصلا نگران نباشین، چون رسیده خودش میافته. فقط این وسط جوونی همایونه که تباه شده. جوونی همایون؟ چرا؟ چون خانم نیکبخت دلشون میخواد از کک گنده ارثیه مرحوم نیکبخت بزرگترین تیکه رو برای خودشون بردارن. بیچاره همایون. خر خودتی همایون خان، خر خودتی. پیش لوتی و ملق بازی تو میخوای هم از توبره بخوری هم از آخور. کدوم توبره خاله جون، کدوم آخور؟ حرفی میزنین اینا؟ من که میدونم شما اگه ارث و میراث تقسیم بکنین حتی یه پاپاسی هم به من نمیدین. چون جون به اسرائیل میخوام بدین قسطی میدین. یادتون رفته به خاطر 10,000 تومان پول میوه و شیرینی داشتون قیصریه رو به آتیش میکشیدین. من رو ژینوس هم که حساب نمیکنم، چون بالا خونش اجاره است. بنابراین بدونید نه توبره‌ای در کاره نه آخور. هر کاری من تو این خونه کردم فقط به خاطر مادرم بوده، چون پیرزن هیچ کسو نداره،
فقط امیدش به منه و به شما. تکلیف اون با هم روشن. چه فکر میکردم چی شما چه عروس گیر من فکرشو نکنین شمسی خانم، به خدا دختر خوبیه، انشالله که خوشبخت میشن. سرور خانم، هر مادری آرزو داره عروسی بچهشو ببینه. تو آرزو نداری عروسی بهروزو ببینی؟ چرا والا، روز شماری میکنم. خب منم آرزو داشتم برم خواستگاری لباس عروسی بخرم، لباس بدوزم، مهمون دعوت کنم، بزن به کوب را بندازم. حالا این چی کارش کنم؟ خب هنوزم که دیر نشده، خونه رو چراغونی میکنین، مهمون دعوت میکنین، دستشونم میذارین تو دستم. به مردم بگم چی؟ این عروس منه؟ حالا بازم خوبی که انتره گم شد، ولونی چی کارش میکردم؟ کجایی دلم جا میدادم؟ بازم شمایی جنوز خانم، چی شده این واقعی شب؟ موسیو سانسان تبریک میگم. ما که قبلا تبریک گفتیم ایدو خانم. آه نه موسیو سانسان، تبریک میگم چون ازدواج کردم. بله؟ ازدواج کردم. با کی؟ با امیو. عجب معامله ای. آه یه زقه بله یه زقه پایین جوش بده بقه. خب از بله حالا به شما تبریک میگم. موسیو سانسان خیلی تشکر میکنم، اون اتلی که منو باقده خیلی خوب و شانس داشت. خوشحالم. شما هم یه دوستی شبی اونجا اتاق بگیری، شاید یکی پیدا بشه با شما عروسی کنه، شبه از تنهایی دخ بیای. ممنون خانم، دیگه از ما گذشته، همون شما ازدواج کردید کافیه. ماشیو سانسان حقیقت تلخ. خاله جان ناراحت میشین چون من همه ی حرفام حقیقته. مگه شما رو به زور نفرستادین؟ مگه مهندس گیو تلفن نکرد که همایونو بفرستین دنبال دختر بیاردش خونه؟ من به پای خودم رفتم. من وقتی رسیدم خونه رو داشت معامله میکرد، دو راه بیشتر نداشتم، یا باید میذاشتم برای شما شاخ درست کنه یا باید خودم قربونی میکردم، که من از روی خریت دومی رو انتخاب کردم. باید میذاشتم خونه رو معامله میکرد تا قدر منو بدونین. این نتیجه فداکاری. آخه اگه بدونی چقدر تحت تاثیر این فداکاریت قرار گرفتم. اگه بدونین که الان بدون اجازه من حتی آبم نمیخوره، بیشتر تحت تاثیر قرار میگیری. دیگه نگو که اشکم در اومد. برای من بعد اشکتون در بیاد خاله جون. برای من بدبخت. اگه یه ذره انصاف به خرج بدین، یه خود کلاتون رو قاضی کنین، میفهمین که تو این دنیا نمیگم ده تا مرد، دو تا مرد نمیتونید پیدا کنین که حاضر باشن با یه همچین لوبتی ازدواج بکنن. من همه یه احساس و قلب و جوانیمو فنا کردم. برای کی؟ برای شما. اونم بدون توقع، بدون چشم داشته مادی. کدوم ثروتیه که میتونه جوانی منو به من برگردونه؟ ها؟ کدوم ثروت؟ یه سوال از شما دارم خاله جون. یه مرد سراغ دارین که بتونه یه همچین فداکاری بکنه؟ نه سراغ دارین؟ نه. قربون آدم چیست من؟ ولی نامرد سراغ دارم. من نامردم؟ نه من نامردم. آره تو نامردی. به بچه من میگی نامرد؟ دست در نکنه خواهر. آره شمسی جون به بچه تو گفتم نامرد، بچه تو نامرد خائنه. ده دیگرم آتیش نزن خواهر. تا حالا هرچی به بچه‌م گفتی سرام در نیومد.
این بچه توی خونه شده نوکر بیجیر و مواجب. نوکر بیجیر و مواجب؟ بله، کم پول بهش دادم، کم چشممو بستم تا لفت و لیست بکنه. گفتم اب نداره، جای دوری که نمیره، اینجوری باید تلافی میکنه ها؟ باید بره با دشمن خونه من عروسی کنه؟ عروسی چی خواهر؟ بچه من به خاطر تو حرام شد. والا هر دختری رو که انتخاب میکرد با منت بهش میدادن. آخه حیوانی بچت، مسخره میکنی؟ بچه تو ماره شمسی جون، ماره. تا امروز نمیدونستم دارم تو آستینم مار پرورش میدم. وای خانم، 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 ای بابا این چه بساطیه؟ بی خود قش و ضعف نکن جلوی مهندس شمسی جون. بلند شو، بلند شو، تو قلبت هیچیش نیست. اگه به خاطر این نقشه های تو نبود همایون که تو این هچل نمی افتاد. کدوم هچل شمسی جون؟ خدا نصیب کنه والا، اقلا 1,000,000,000 تومان پول توشه. اینه جواب محبت های من و بچه. کم شباب پاد نشستم گریه کردم، کم شونه هاتو مالیدم، کم آب میوه گرفتم بهت دادم که قشو زف نکنی. همایون کم به خاطر زدائی تو کام خطر دزدا قاچاقچیا. حالا هم که دختره رو مثل موم آورده تو خونه ای تو، اینه دستمزدش؟ بنا نبود اینجوری با لباس عروسی بیاره تو خونه من. نه شمسی جون، ما یه همچی قراری نداشیم. از این لحظه ایشون رو به خیر و ما رو به سلامت. لب بود که دندون اومد. اگه کسی عروس و بچه ما نمیخواد، منم باید نخواد. صلاح مملکت خیش خسروان دانند. خیلی خوب، همایون بیا منو ببر خونه. آره شمسی جون، برگرد خونه. اینجوری به صلاح هممونه. خانم نیکبخت کجا مادر؟ کجا میدم؟ میخوام برم ساکمو ببندم. دیگه اینجا جای من نیست مادر جون، اینجا جای من نیست. اتفاقا جای شما همینجاست. هر جایی که من هستم شما هم همونجا باید باشید. این خونه نصفش مال زن منه، یعنی مال منه. اینو همه باید بدونن. الو. سلام سبک، حالت خوبه؟ من شناختی؟ آره جینوسی دیگه. تبریک؟ تبریک واسه چی؟ من ازدواج کردم با همایون. شقی گم شد، همایون پیدا شد. چه جاله. از قول من به موسیوم فخم منی جونم تبریک بگو باشه؟ کی بود سبک؟ جینوس بود. جینوس؟ چی کار داشت؟ گفت از قول من به مامان بابات تبریک بگو. تبریک؟ واسه چی؟ میگه عروسی کرده. عروسی؟ با کی؟ با همایون. با همایون؟ یه او درستش کن. بادا بادا مبارک بادا ایشنا. نگاه کن. بفرما خانم، بیا دهنت شیری کن. تو تمام عمرم کسی که همچه حرفایی به این نزد بود مهندس. به دل نگیرید، به قول معروف توی دعوا که حلوا پخش نمی کنن. اصلا نباید چنین برخوردی پیش می آمد. همایون از پشت به من خنجر زد. شایدم همونجور خودش میگه واقعا قصدش خدمت به شما بوده. شما باور میکنید؟ به هر حال شما چیزی رو از دست ندادید. این ازدواج نه به سهم شما اضافه میکنه، نه ازش کم میکنه. یه زمانی همه ما فکر میکردیم که توافق با جینوس کار ساده‌ایه، ولی عملا دیدیم که اینطور نیست. همایون برای معامله، برای هر نوع معامله‌ای آدم بهتریه. ها؟ شما زن با تجربه‌ای هستید، باید از درون حوادث منطق درست اون رو کشف کنید. حتی اگه شما درست بگید، همایون نباید بدون اطلاعی ما چنین کاری رو میکرد. بله، البته. اما شما هم نباید به این زودی خودتون رو میباختید. شما
نباید در مقابل همایون ضعف نشون بدید. چی کار کنم مهندس؟ دست خودم نیست، اعصابم ضعیف شده. بله همینطوره، شما آسیب پذیر شدید، به خاطر همینم هست که زود جریحه دار میشید. شما به یک پشتیبان احتیاج دارید. دست بردار مادر، من میذارم شما اینجا تکون بخوری. به من میگن آقا همایون گل گلاب، تا وقتی منو داری قصه هیچیو نخور. ولم کن مادر، دیگه نمیتونم لغز بشنوم. لغز؟ غلط میکنه کسی لغز بخونه اینجا، پس من چی کارم مادر؟ اینجا خونه یه زن منه، اختیارشو دارم، هر کی ناراحته هری. اصلا فردا میدم صدون اینجا رو تیغه کنن، خیال همه‌رم راحت میکنن. شما مادر جون سر ما جا داری؟ بلش بلاشی بری آبی به صورتتون بزنه. تو اینه؟ آره تو همینه، بیار اینجا. حالا واسه اون حرف در نیارن، بگن واسه خاطر مال و منالش میخوایم بهش چش روشنی بدیم. بذار بگن ما که داریم از اینجا میریم، اون طفلت هم که بیکس و کاره، بذار دلش خوش باشه. ندیدی چجوری با دومش گردو میشکست؟ آره ناغلا، نه چک زد و نه چونه، شوهر اومد تو خونه، اونم چه شوهر ناتوی. این چطوره؟ نه بابا این خوب نی، عجق وجقه. خب لباسای خودش هم عجق وجقه دیگه. این خوبه. این نه. خانم این صنایع دستیه، میبره فرنگ میکنه، برش جلوه داره. اگرم نخواست میتونه بفروشتش. اینو نمیدم. این یادگار طفلک امیرعلیه، گذاشتم واسه عروس خودم. چی؟ اینو امیرعلی واسه تو آورده بود؟ کی؟ یادت نیست؟ همون اولا که رفته بود جهاد. چرا چرا، وقتی برگشت با پدرش دعواش شد. درسته، رفته بود طرفای زاهدا. آره آخه خدا بیامرزتش، اگه الان زنده بود تو این خونه یه بساط دیگه ای برپا بود. اون همچین آدمی نبود که بخواد توی همچین خونه ای بمونه. این به مصلحت نزدیکتره. هر چقدر شما سعی صدر نشون بدید و بزرگوارانه برخورد بکنید، میتونید امتیازات بیشتری بگیرید. جنگ و دعوا فقط توافق رو سخت میکنه و اونو به تعویق میندازه. خیلی برام سخت مهندس. میدونم، ولی بهتون قول میدم کاری بکنم که تحملش آسان‌تر بشه. یعنی میشه؟ همه رو برمیداریم میریم شمال. این یکی دو روز باقی مانده تعطیلات رو همه با هم طی میکنیم و با اعصاب راحت برمیگردیم تهران. آخ چقدر من به یه همچین مسافرتی احتیاج دارم مهندس. پس موافقی؟ الو بله؟ باش واقعا نشیوگی، یه خبر خوب بهاتون دارم. من ازدواج کردم، تبریک میگم. شیروز خانم من که به شما تبریک گفتم، تو حیات یادتون نمیاد؟ آباندیا قصد میگی یادم نبود، فکرم شما رو ندیدم. بیاین پایین، کارتون دارم. به همایون و شمسی خانومم بگین بیان پایین، یک خبر خوبی واسه تون دارم. خب یه خبر خوش واسه همگی دارم، اما قبل از اینکه خبر خوبمو بدم از همه میخوام روی همدیگر رو ببوسن و با هم آشتی کنن. دست وردار مهندس. نشد 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 نشد، تا همدیگر نبوسین و با هم آشتی نکنید از خبر خوش خبری نیست. اول خودم شروع میکنم. همایون، همایون تبریک میگم. آشتی کردم با هم. مبارکه مبارکه. این مادر شوهر کرد انگشت من، منم میدم به تو، قابل تو رو نداره. چه قشنگ شمسی جون.
اگه میدونستم میرفتم برای جواهر میخریدم. آه مخصیشم شیشو. بفرما شینوس خانم، اینم از طرف من مشقربونه. البته قابل شما رو نداره، فقط واسه شگونشه. انشالله که خوشبخت باشی. آسوگیشو مخصی مخصی مشقربون، شما خیلی مهربونید. من بازم به خودم تبریک میگم. و حالا ضمن تبریک این ازدواج فرخنده بشنوید خبر خوش بنده. فردا همه با هم میریم شمال برای ماه عسل مادمازل جینوس و مسیو همایون. آی عروس و آی دوماد، شما گلای نشگفته توی آسمون هفت دوتر. چه گفته؟ عروسیه دیگه. چی عروسیه؟ مگه نشیدی مهندس چی گفت؟ چی گفت؟ گفت فردا میخوام برن شما. خب به سلامتی، سفرشون بخیر توی آسمون. فردا ببینم اگه اینا برن که ما نمیتونیم بریم. ای داد بیداد،